روز پنجشنبه 17 آبان خامنه ای با آخوندها و عواملش در نهاد جامعة المصطفی دیدار کرد و سخنان مهمی رو در مورد این نهاد مطرح کرد. موضوعی که میخوایم با آقای اسدالله مصنا پیرامونش صحبت کنیم. سلام و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام به شما و به همه بینندگان هست. بله. خامنه ای تو صحبتی که با عواملش در همین نهاد جامعة المصطفی داشت اینطور گفت که یکی از برکات الهی بر حوزه های علمی ما همین جامعة المصطفی است. جامعة المصطفی همون مؤسسه‌ای هستش که در آلمان اخیراً بستنش و تشکیلات گسترده ای را هم به راه انداخته بود اونجا. سوالم این هستش که موضوع چیه؟ به طور خلاصه ببینید، همین که شما گفتید یک تشکیلات گسترده است تحت همین عنوان حوزه علمیه و همینا که خامنه‌ای اینقدر ازش تعریف کرد، که خب این کارش اینه که میره از کشورهای مختلف نفر انتخاب میکنه، میاره تو اینجا، بعد اینجا تربیت میکنه، وصل میکنه به نیروی قدس سپاه، نیروی تروریستی قدس سپاه، بعد اینا رو که تربیت کرد وصل میکنه، میفرسته کجا؟ میفرسته تو کشورهای مختلف، تو کشورهای مختلفشون، و خلاصه این مرکز سربازگیری برای سپاه، برای نیروی تروریستی قدس در خارج کشور مختلف، که حالا فرصت باشه من بیشتر توضیح میدم. البته این مطلب خب سالهاست مقاومت ایران رو این دست گذاشته، افشا کرده و رو کرده که این کارش چیه و داره تو کشورهای مختلف چی کار میکنه. خب اخیراً هم میدونیم، همین که شما گفتین، آلمان به صرافت داد، بعد از سالها بالاخره اومد چیکار کرد؟ اینو که راه افتاده بود همینجه سال 95 تو آلمان در ارتباط با همون مسجد هامبورگ راه افتاده بود، اینو بحث و مشخصاً دست گذاشت روی اینکه مثلا مرکز این کاره. مثلا خود سایت بیل آلمان، من ازش نقل کنم، میگفته بود که اینکه اشاره کرد که مرکز اصلا جاسوسی و صدور بنیادگرای رژیمه، گفته که جامعة المصطفی به عنوان یک پلتفرم عضوگیری عمل میکند. پس این دانشگاه اینم طلب درست کردن این چیزا نیست، این عضوگیری میکنه. فرستای محرمانه از دستیاران تروریست‌ها و جاسوسان رژیم ایران در حال حاضر در محافل سرویس مخفی برلین دست به دست میشن. این اسامی تقریبا 700 نفر از حلقه‌های دانشگاه بین‌المللی مصطفی است. خود بنابراین روشن خامنه‌ای برش در بگیم واقعیت این داره، این که اسمش دانشگاه است، واقعیتش اینه، مرکز جذب نیرو، تربیتش، دادنش به ایرقوت برای اعمال نظر تو کشورهای مختلف، کشورهای خط خود تروریستی رژیم زیر نظر همون سپاه قدس. این خب در شروع به اصطلاح به همین که شما گفتید برای به عنوان حوزه علمی و اینجور چیزا بوده. میخوام بدونم از کی و چه موقع به این مسیر تروریستی که شما گفتید افتاد؟ بله، البته نگیم کی، از ابتدا که هستن این تشکیل شده، این رو با این انگیزه بوده. بله، این سال 87 به فرمان خامنه‌ای 17 فروردین سال 87 از ترکیب دو تا چیز، خامنه‌ای یه پیامی داد، تأسیس اینو اعلام کرد و این شروع کرد به جذب نیرو که به اون معروف از یه سری فارغ التحصیلای مختلف، جاهای مختلف، تو کشورهای مختلف. و مهم هم اینه که اینا نهاد، اینا هر جام که هستن سالانه میان عرض کنم توی ایران، با اینا چی میذارن؟ برای اینکه تجربیات تو این حرفا به هم دیگه منتقل کنن، با اینا نشست. حالا ببینید، تو گم که خامنه‌ای توی که اصلا همش زیر دست خود خامنه‌ایه، این بحث تروریسم رفا میگه معلوم بشه به هر حال رأسش سر مار کجاست. در ماده 11 اساسنامه این جامعة المصطفی میگه که ریاست عالیه جامعه یا با این جامعه، جامعة المصطفی یعنی با فقیه عهده‌دار رهبر جمهوری اسلامی ایران است. یعنی پس کی؟ خامنه‌ای. تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت امنا، نصب و عزل رئیس جامعه، ارائه رهنمودهای اساسی، انحلال جامعه، یعنی هر تصمیم گیری رو این توسط عظما مقام معظم صورت میگیره. حالا ببینید، این که این کارش واقعا دانشگاهه و داره در منطق و حوزه مثلا متخصص تربیت میکنه، من فقط به دو سه تا فاکت اشاره میکنم که خیلی روشن معلوم بشه که اصلا چی بگون معلوم محل واقعا تروریست پروریه. ببینیم، اولین کسی که آخوندی که خامنه‌ای گذاشت در این، آخوند عرافیه، معروفه تو خوب دوردشیم،
یعنی مسئول سابقه، که اینو من فقط چند تا فاکت میخونم. روزنامه سایت حکومتی قمنامه در مرداد 96 میگه فارغ التحصیلات جامعت المصطفى در حزب الله لبنان، لشکر فاطمیون، زینبیون که در تحولات منطقه به خصوص در سوریه واقعا خوش درخشیدن. چی شد؟ نقش پررنگی دارند. تعداد زیادی از رزمندگان لشکر فاطمیون و زینبیون از فارغ التحصیلان ما هستند و همین استراحت که به صورت خودجوش و بدون ما، بدونی که ما دخالتی بکنیم، به این لشکر ها پیوستن. از ایناش هم خودش بکنیم. تعداد کثیری از آنها شهید و جانباز شده و تعداد زیاد هم اکنون در صحنه نبرد است. بعد اضافه میکنه چند وقت قبل، دقت کنین میبینند ها، دقت کنین اینا چه جور سومه هایی هن. چند وقت قبل که به روبلان رفته بودم، از نماز مغرب تا نماز صبح با سید حسن نصرالله پیرامون مسائل جامعه المصطفى جلسه داشتیم. چه ربطی به جامعه لبنان و حزب الله و حسن نصرالله جامعه المصطفى دانشجو رو تربیت میکنیم؟ یه نمونه دیگه، 98 خبرنگاری حکومتی تسنیم میگه آخوند رحمت الله موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد از حوزه علمی جامعه المصطفى بود. این مدافع حرم، این کشته مدافع حرم افغانی از یگان فاطمیون، مدیر مرکز آموزش بشریت فاطمیون و مسئول هیئت‌های رزمندگان فاطمیون در سوریه بود. پس هر چی که خروجیه اینه که داره این برابر میشه. حالا دقت، یه خبر دیگه، اینقدر اینا زیاده. تو دای 93 این احمدی مقدم فرمانده چیز بود، انتظامی بود. خبرگزاری رسمی حوزه دهده ما میگه احمدی مقدم با انجمن دانش آموختان المصطفى در اوگاندا دیدار کرد. چجوریه؟ چجوریه؟ چه ربطه؟ حالا پس اینا زیاده، یعنی پس ببینید این کار، اینا که از تو این در میان، این تحفه‌ای که از اون در میان میریزن تو این کارهای کار تروریستی، کار دیگه ندارن. تشکیلاتش هم بسیار از بزرگی خود خبرگزاری حکومت ایسنا من میخونم، میگه جامعه المصطفى در 70 کشور نمایندگی داره که یکی از این نمایندگی هاش در آلمانه، که گفتم سال 1995 چیکار کرد در ارتباط مذهبی اینجا که راه اندازی شد. اما همین مرکز توریست پرور، همین مرکزی که در خدمت جنگ افروزی و صدور بنیادگرایی رژیمه و بحران آفرینده کشورهای بیرون، چون تو کشورهای مختلف هنده، مالی خودش میگه 70 کشور. بله. حال ببین که بودجه از ملت ایران میخوره، بازم مسترد به خودشون. بودجه اسمیش، بوده اسمی من دارم میگم، در سال 402 50% افزایش پیدا کرد، شد 3172 میلیارد تومان. خود رسانه‌های حکومتی گفتن امسال سال 1400 این بودجه باز 40% بیشتر شده، یعنی گفتن که اشاره میکنن 40% بیشتر شده و رسانه‌های حکومتی گفتن بودجه جامعه المصطفى از بودجه دانشگاه علم و دانشگاه های علم و صنعت و علامه بیشتره. و خب اینم شعب مختلفی داره. تازه سفارش، من الان وقت نیست بگم، سفارشات که خامنه‌ای تو بودجه سال قبل کرد به قالیباف که بودجه اینا رو اضافه کنید، چون اینا همش چیه؟ گفتم رئیس‌ترش خودشه دیگه فرانه. بله. بنابراین وقت این برنامه واقعا محدوده و الان جا داشت که مثلا یه برنامه مفصل بشه تا این پدیده واقعا داره بودجه میخوره، تروریسم پرورش میده، دخالت میکنه و زیر نظر شخص خامنه این داره سیاست داستانشه. البته معلومه سال خاص این مقاومت ایران سر این جاسوس خونه، واقعا جاسوس خونه، تروریست خونه ای که تروریسم پرورش میده و البته جاسوس خونه مختلف، چون میدونی که چندین چیز اینجوری داره، کوثر چی خامنه ای به اسم اینا داره، این یکیش جامعه المصطفى. اینو سال هاست مقاومت ایران افشا کرده و دو سال پیشم کانال قیام تا سرنگونی جامعه المصطفى رو که یکی از مهمترین ارگان های همین گفتم بین المللی صدور ارتجاع و توریسم، اینو چیکار کرد در که بیت تو بیت خان میرم سر داره این رو و از قوم هم اداره میشه. بله. اینو افشا کرد که سنداش تو قیام تا سرنگونی همچنان چیه، هنوز هست، که اونجا چقدر بودجه میره و چقدر داره کنترل میشه، کیا بالا سرشن و در کشورهای مختلف چجوری. الان وقتش نیست در از کنگ بوسنی، در خود آلبانی، در همه جا که آلبانی هم بستش.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. فکر میکنم که همینطور که خودتون هم گفتین واقعا جای این داره که خیلی بیشتر بله. این موضوع پرداخته بشه که در فرصت این برنامه نمیگنجه. تا اونجا که شنیدم فکر کنم 5 تا از این مدل دانشگاه بله. دقیقاً 5 تا دانشگاه داره که هر کدومش بودجه خیلی دیگه بله این یکی فقط 70 کشور رو بله. خودش اختصاص بله. بازم تشکر میکنم از حضورتون و خیلی متشکرم.